شاه امان خان در 18 قوس سال 1306 هجری خورشیدی سفر شش ماهش را به برخست کشورهای آسیایی، اروپایی و افریقایی آغاز کرد و در این مدت با فرهنگ ها و سیاست های کشورهای گوناگون بیشتر آشنا شد. شاه پس از برگشت از این سفر شش ماهش برنامه های اصلاحیش را آغاز کرد. تصویب نخستین قانون اساسی، برگزاری لوی جرگه، ایجاد نظام شاهی مشروطه، اجباری شدن آموزش، فرستادن دانشجویان برای تحصیل به کشورهای دیگر، ممنوعیت بردهداری از مهمترین برنامه های اصلاحی شاه امان الله شمرده می شوند. از اروپا که آمادن او فقط مسایلی بودند کی در اروپا دیده بودند در موضوعع تعلیم در موضوع آزادی بیان در موضوع آزادی خود شخص در وضع مسایلی کی ترقی و تعالی پیشرفت او کوشش کردند که بسیار به اجله خوده با اروپا برابر کنه ولی ناممکن بود چرا جامعه افغانستان جامعه عقب مانده بودن نخستین قانون اساسی که در دوران شاه امان الله به میان آمده بود هفت و دو سه ماده داشت که برای نخستین بار قدرت و بخشوی نظام شاهی را مشخص ساخته بود به میان آمدن هیئت وزرا، شورای دولت و محاکم، حقوق سیاسی، افراد، آزادی بیان و نشرات، مسئولیت مسکن و محرمیت نامه های رسمی بخشوی مهم این اصلاحات را در بر می گرفت قانون اساسی یا نظامنامه اساسی شاه امان الله در وقت و زمان بی‌نظیر بودند در اونجا در تمام مسائل اساسی و حقوق اساسی اتباع اشاره شده بودند تمام مسائل در این انعکاس یافته بودند اما برخ از برنامه های اصلاحی شاه امان واکنش برانگیز شد و از همین رو مخالفت هایی را در کشور بمیان آورد. اما چرا برنامه های اصلاحی شاه سبب به میان آمدن مخالفتها و شاه شد نخست روی دستگیری و تحمیل اصلاحات شتاب زده و قبل از وقت توسط امان الله خان در افغانستان که با روح فرهنگ و جامعه آن زمانی افغانستان سر سازگاری نداشت و منجر به شکلگیری قیامها و شروش های مسلحانه علیه حکومتی وی گردید نخستین بار ملکه سریا همسر شاه امان پس از بازگشت از سفر اروپا در کابل بدون حجاب ظاهر شد و شاه همه زنان افغان را به پیروی از او دلگرم ساخت اعلام رفع حجاب و ظاهر شدن همسر شاه بدون حجاب اقدام نمادینی بود که نه تنها برای پیشرفت اصلاحات سودمند واقع نشد بل چالشهای بزرگ را در برابر مشروعیت نظام امانی در یک جامعه سنتی به میان آورد امو کاره که امان الله او ناکام من نادر خان و زایر خان از او کده بترش کرد، چطور مردم نخیز مقابلش مقابلش بخاطر که نادر خان خودش هم مخالب بود با امان خان ولی د دوران خود و بچش امو تعلیم آورد امو زنه را به بیرون رای کرد، کسی عکس العمل نشان داد از شاه امان الله همچون پادشاه ترقی یاد می شود و افغانستان در دوران او گواه اصلاحات و تحولات گسترده بود